در همین رابطه همراه هستیم با مهیم سرخوش، فعال سیاسی و حقوق بشر از استکهلم. آقای سرخوش، اول از شما بپرسم راجع به اون جمعه خونین. هر روز داره خبرهای جدیدتری به گوش میرسه، خبرهای تکمیلی به گوش میرسه راجع به اتفاقایی که افتاده. چه اطلاعات جدیدی داریم از جزئیات اون روز؟ درود بر شما و بینندگان. اطلاعاتی که درز کرده خب در واقع زیاد جدید نیست برای مردم و منطقه، برای اونایی که در صحنه بودند، برای اونایی که به سمتشون تیراندازی شد، بلکه برای حاکمیت شاید جدیدم نیستن برای حاکمیت، ولی برای مردم عادی، مردمی که از طریق اخبار این وقایع رو میشنوند شاید جدید باشه. در واقع اخباری که هست این تیراندازی برنامه ریزی شده بوده، افراد رو رژیم میشناسه و انگیزه هاشون هم میشناسن رژیم، و رژیم حتی سعی کرد یکی از این فرماندهان رو جابجا بکنه، دستور شلیک داده بود. رو این حساب به حال برای خود مردم زاهدان از همون اول مشخص بود که این کشتار خونین زاهدان، جمعه خونین زاهدان برنامه ریزی شده بود از بالاترین مقام های استان، از جمله مقام های سپاه پاسداران و سپاه قدس، اطلاعات، مهامی، نماینده خامنه‌ای در استان، استاندار، همه اینا چراغ سبز داده بودند برای این تیراندازی و برای این کشتار که زهرچشمی بگیرند از مولوی عبدالحمید و مردم بلوچ که به این اعتراضات سراسری پیوستند. آقای سرخوش، خطبه های نماز جمعه زاهدان این روزها تریبون شده برای اعتراض به جمهوری اسلامی. امروز هم شنیدیم صحبت های مولوی عبدالحمید. فکر کنید چه نقشی داره خود شخص مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان برای ادامه این اعتراضها؟ این مولوی عبدالحمید نقش محوریت داره، در واقع در مرکز هست و مردم دوربر اون جمع شدند و مسجد مکی و این تریبون مسجد رو یک مثلا تریبونی، یه صدایی میدونند برای این خواستای خودشون رو مطرح بکنن، چی مذهبی باشن افراد، چی مذهبی نباشن، ولی دوست دارند، سعی میکنند که از طریق این تریبون یک اتحادی رو وجود بیارند و حول و حوش مولوی عبدالحمید جمع بشن، دور بر مولوی عبدالحمید جمع بشن و یک اتحادی وجود اومده در بلوچستان و همچنین صداهایی از خارج از بلوچستان، سایر مناطق ایران شنیده میشه که از مولوی عبدالحمید حمایت میکنند و از مواضعش، حتی اونایی که قبلا منتقد بودند یا اینکه اصلا اعتقادی به اسلام ندارند، از مواضع مولوی عبدالحمید و از انتقاداتشون نسبت به حاکمیت و سیاست‌های حاکمیت و همچنین الان نسبت به اعدام‌ها، حکم محاربه دادن، حکم کیلویی محاربه دادن که از جمله در بلوچستان سه حکم الان صادر شده، سه تا جوان رو حکم محاربه دادن، دختران بلوچ رو برای اولین بار به جرم‌های سیاسی شرکت در تظاهرات حکم شلاق و حبس دادن و این بی سابقه بوده، حداقل برای دختران در بلوچستان، بیشتر پسران بودند که اعدام می‌شدند به بهانه‌های وای. به هر حال مجموعه این مسائل باعث شده خصوصا الان که مولوی نقش بندی، یکی از مولوی جوان که بعد از تهدیدهای مکرر از طرف سپاه پاسداران اطلاعات استان، ایشون تن نداد به خواستای اونا، ساکت نشد، اینو به بهانه ای خواستند که خودشو معرفی بکنه به دادگاه ویژه روحانیت و از اون روزی که ایشون رفتند به طرف دادگاه روحانیت هیچ گونه ارتباطی با ایشون نمیتونن برقرار بکنن و رژیم هم اعتراف نمیکنه که مولوی نقشبندی دست رژیم، دست نیروهای امنیتی هستش. و این تظاهرات امروز بیشتر فوکوسش در حمایت از مولوی نقشبندی و محکومیت جنایت هایی که در بلوچستان و سایر ایران میشه شد. مهیم سرخوش، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
خواهش میکنم.